نگرانی ها در مورد وضعیت بد شهری در کابل پای مسئولان شهرداری این ولایت را به مجلس سنا کشانید. با این حال شماری از اعضای مجلس سنا وضعیت پایتخت کشور را به شدت نگران کننده عنوان کرده، شهرداری را در این زمینه به بیکفایتی متهم می کنند. چرا شاروالی کابل در جریان 14 سال گذشته در قسمت بیرون رفتن آبهای باران و بند شدن جویا و کانالا کار اساسی ننموده؟ اگر شما را احضار کرده، شما مشکلات تا نگفتین و اون مشکلات شما مرفوع شده و این شما مشکلات رفع نکدین، ما تعجب میکنیم شما چطور به سارنوالی معرفی نشدین و در قید زندان انداخته نشدین. دا و تا شرم دی کادل دی خشتا که گلماله دی که کسا پا وسق دی نو تو خدا دقه اشخال چی دی اوچ تا رسید دلی دی په هر کوڅه کې اشغال، په هر کوڅه کې اشغال، د بوی د تفتلات قلق ګرځېدای نه. با این حال سرپرست شهرداری کابل میپذیرد که چالش های زیاد فراراه باشندگان پایتخت وجود دارد، اما تاکید میورزد تمامی این همه به خاطر تراکم بیش از حد نفوذ و نیز ساخت و ساز است که به گونه غیر پلانی صورت گرفته است. تراکم و افزایش جمعیت در شهر کابل بیش از حد شد. تمام ساعات آبگیر شهر کابل به شمول کوههای شهر کابل، اینا توسط افراد اشخاص خانه ها به شکل غیر پلانی ساخته شد و همی است که امروز آب که در این ساعت جمع میکنه به مثابه یک نقطه آسیب پذیر بر مردم شهر کابل است. او در این حال در مورد مشکلات کابل از لحاظ آب خیزی های اخیر چنین میگوید: سیستم های زابرایی که از قبل بود توانمندی رد از یابا را نداشت، باعث آب گرفتگی شد. این یک مشکل. در مسیر کانال ساختمانهایی که صورت گرفته بود، تقریبا آدم میتونه بگویه که 50% مسیر کانال مسدود بود. بر اساس گفته های سرپرست شهرداری کابل، طبق ماستر پلان شهری که روی دست است، باید نفوس این شهر تا سال 2025 به 6 میلیون تن برسد، اما در حال حاضر بالاتر از 5 میلیون رسیده که این بسیار نگران کننده است.